آراد برندینگ به نام خدا با درود به شما دوست عزیز محترم و دوست داشتنی شما که کسب و کارتون رو با آراد برندینگ آغاز کردید و عضو خانواده بزرگ آراد برندینگ شدید من به عنوان کوچ و مشاور تجاری شما همواره به صورت حضوری تلفنی یا با تکست و پیامک از طریق تلفن واتساپ یا تلگرام در خدمت شما هستم تا اگه کسب و کارتون رو میخواید شروع کنید یا پلن و برنامه برای توسعه کسب و کارتون میخواهید به صورت تخصصی و حرفه ای کمکتون کنم تا مسیر درست رو انتخاب کنید و آنچه که نیاز دارید تو این مسیر کمک کنم که اون به اون ابزارها مجهز بشید و مسلح بشید چه در طرحهای یک ما چه در طرح دو ما چه در طرح سه و حتی طرح چهار با ارائه پلن و توجیه اقتصادی این طرحها برای شما کمکتون کنم که مسیرتون رو درست انتخاب کنید و در مسیرتون حتی به درستی رفتار کنید تا موفق بشید با کمال میل در خدمتون هستم برای اینکه همچنان در مسیر موفقیت در کسب و کار و زندگی و ارتباطات اون قرار بگیریم مطالبی رو در این پادکست خدمتتون میخوام ارز کنم که البته مروری بر آنچه تا حالا با هم کار کردیم خواهد بود قبلا هم ارز کردم شما بیشتر از اون چیزی که لازمه میدونید ولی متاسفانه کمتر از اون چیزی که لازمه انجام میدید پس مشکل ما دو تا چیزه یک اون چرا که میدونیم درست است رو انجام نمیدیم دو اون چرا که انجام میدیم بر اساس باورها و عادتهای گذشته ما هستن که ما رو به اینجا رسوندن یعنی امکان نداره ما به جای بهتری یا جای ایدئالمون برسیم مگر اینکه رفتارها و کارهایی رو انتخاب کنیم که ما رو به اون مقصد برسونه این کارها رفتارهایی که انجام میدیم اینا محصول اراده ما نیست اینا از باورها و عادتهای قبلی ما میان به همین جهت ما هر چقدر هم که سعی میکنیم باز هم راه قبلی یا راه قبلی خودمون رو میریم مثلا در سناریوی بازار کنونی آنچه از قدیم مرسوم بوده هست اینه که کسب و کسبه و بازاریان دنبال مشتری هم. کلی هزینه میکنن تجار در ها، سفرهای خارجی داخلی در شهرها و استانهای مختلف به دنبال مشتریان در حالی که ما در آراد برندینگ کارمون شعارمون و فعالیتمون برندینگ هستش یعنی میگیم که ابتدا بیایید با ما برند بشید یعنی زیاد دیده بشید به خوبی شناخته بشید سپس مشتریان نیازمندان و خواهان اون محصول و خدمت شما رو جستجو کرده شما رو پیدا خواهند کرد در اینجا سناریوی قبلی عوض میشه اصطلاحا مهندسی معکوس فروش راحت تره اینجا کم هزینه تره به نفع و سود هر دو طرفه چه خریدار چه تاجر فروشنده پس برای موفقیت در امورمون لازمه که این سه مرحله رو پیش بریم کدوم سه مرحله؟ یک مرحله اول آگاهیه یعنی شما لازمه که آگاه بشید بر زندگیتون بر کسب و کارتون بر خودتون محصولتون رقباتون از صبح تا شب چیکار میکنید چی میخورید کجاها میرید با کی حرف میزنید چه جوری حرف میزنید چی مطالعه میکنید چی نگاه میکنید چی میشنوید گوش میکنید این آگاهی اولین گام هستش این آگاهی چکار میکنه؟ به شما دانش میده این دانش به شما میگه که چه موانعی دارید ترستون چیه؟ رنج شما چیه؟ از چه چی چیز آزارده خاطرید؟ چه رنجش هایی دارید چه تضادها دشمنی ها هایی دارید استراتژی شما برای کارتون چیه قیمتاتون چجوری اصلا قیمت بدی رقباتون چطور عمل میکنن اگه یادتون باشه قراره که در وجود خودتون حف کنید تا به معادن وجودی خودتون برسید استعدادهاتون تواناییاتون پس لازمه که آگاه بشید که اصلا من چی دارم خیلی واقعا نمیدونن چی دارن میلیاردها آدم بدون اینکه بدونن عشقشون چیه هدفشون چیه مأموریتشون تو زندگی چیه همینجوری به صورت عادی دارن زندگی میکنن اصلا نمیدونن چی میخوان پس لازمه ابتدا آگاه بشیم در مورد مواردی که عرض کردم چون هر هدفی هم که الان تعیین کنید بر اساس همون باورها دات قبلی شما هستش ممکنه بهشون هم برسید چنانچه بسیار از شما فرمودید که تلاش کردید رسیدید ولی الان خوشحال نیستید راضی نیستید are not satisfied راضی نیستید برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه این هدف هدفی نبودی که منفعت شما درش بوده باشه یا از روی آگاهی شما باشه دانش به شما آگاهی میده که این آگاهی از چه ترس ها خشم ها رنجش ها چه تضاد ها چه مسئولیت هایی چه رفتاری و چه عشقی چقدر اصلا عشق داری به چی اصلا عشق داری به کسب و کارت یعنی این همون کاریه که عاشقی انجام بدی عشق چیه خیلی ها نمیدونن عشقشون به چیه اشکال نداره ولی لازمه بدونیم که همه ما یه عشقی داریم یه معدنی داریم که بایستی اول پیداش کنیم آگاه بشیم و پیداش کنیم حالا وقتی که شما اینا رو پیدا کردید متوجه شدید و پیداشون کردید بر اساس اینا میتونید چیکار کنید؟ بر اساس این شناخت ها میتونید هدف بذارید یا هدف گذاری کنید اهدافی رو برای خودتون ایجاد کنید اگه من طوری بار اومده باشم که پیش خودم فکر کنم که من وقتی خوبم که همه منو دوست داشته باشن همه ازم راضی بشن یادتون باشه اهدافتون دقیقا رنگ همین کار رو میگیره یعنی صبح تا شب تلاش میکنید که دیگران از شما خوششون بیاد راضی بشن میخوام نیاد من کار خودم رو میکنم یعنی میخواین که از شما خوشحال باشن من میگم این آقا این خانم فلان شخص باید از من راضی باشه خوشحال باشه اوکی باشه ولی بدون اینکه بدونم تو ناخودآگاه خودم دارم هدف گذاری میکنم یعنی هدف گذاری کردم با این تفکر با این بینش بهش هم اتفاقا میرسم اون خوشحال میشه من پیش خودم فکر میکنم که خب ایشون که از من خوشحال نیست میرم سراغ یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه اینطوریه که عمرم تمام میشه اونم بی حاصل یا با کمترین حاصل و ارزش پس هدف ها برآمده از عادات و باورهای ما هستن این هدفی که برای خودمون میذاریم لازمه که یادمون باشه بدونیم که منابع ما کدومان این آگاهی باعث میشه ما منابع خودمون رو بشناسیم ما با چه سرمایه هایی میتونیم به خواسته هامون برسیم اون سرمایه ها رو اگه یادتون باشه تو مثلث نتایج قبلا عرض کردم چیا بودن آفرین فکر وقت انرژی که مساحت این مثلثه چی شد داشته های شما چه فکری تو سرتونه خشم ترس اناد دشمنی رنجش مهربانی احساس مسئولیت پذیری مشتری مداری چیه هر چی تو سرتون باشه فکرتونه وقتتون هم که میشه عمرتون انرژیتون هم میشه تندرستیتون اینا رو صرف میکنید این وقت و عمر رو انرژی و تندرستیتون رو صرف میکنید که اون فکری که تو کلتون هست رو به ظهور برسونید پس حالا بهتره چی تو سرمون باشه که این همه عمر و سلامتیمون رو میذاریم برای ظهورشون ارزشش رو داشته باشه اگه از این نتیجه یا محصول که همون ایده و فکرمون بوده که عمر و انرژیمون رو صرفش کردیم تا به ظهور برسه و نتیجه بده اگه ازش راضی نیستید خودتون رو دعوا نکنید ملامت و سرزنش نکنید خودتون رو اتفاقا برگردید و آگاهیتون رو افزایش بدید برای اینکه به هدفتون برسید اولش پس چیه آگاهیه دومش چیه قبلا عرض کردم اقدامه گفتم که اقدام به شما چی میده نتیجه میده شما تا حالا هر چی که تو زندگیتون به دست آوردید از اقدامتون بوده حالا چه خوب چه بد آقا شما این قدم سخت رو ورداشتی این قدم دشوار رو برداشتی وارد خانواده بزرگ آراد برندینگ شدی هزینه هم کردی بسم الله به قول شاعر میگه ما ایم و نوای بسم الله اگر حریف مایی با هم خانواده ایم دیگه بسم الله شروع کنیم هرچی که لازم است رو یاد بگیریم تکرار کنیم باورش کنیم شما باور کردید که وارد شدید حالا باور کنید به خودتون به محصولتون به این بیزنستون و اقدام کنیم درست شد حالا اشتباه میکنیم مثلا باشه اگه اشتباه کردید متوجه شدید دیگه اون راه رو نرید پس این یه تجربه میشه براتون دیگه عمرتون حرام نشده اما اگه به خاطر اون اشتباه به خاطر این اشتباهه خودتون رو ملامت کنید زانوی غم بغل کنید خودتون رو سرزنش کنید هم عمرتون رفته هم اشتباه کردید هم چیزی به دست نیاوردید به قول حضرت حافظ میگه بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی قرار نیست ما خودمون رو ملامت کنیم که زیر و زبر شیم درست قرار اون به اون اشتباه به عنوان یک تجربه نگاه کنیم چون ما از این تجربه ها قرار یاد بگیریم خطا میکنیم این تجربه است یاد میگیریم ازش مسیر درست رو میریم دیگه اون مسیر اشتباه رو نمیریم به قول ادیسون میگفتش که هزار خورده ای بار دو هزار بار که این کارا رو کردم در از من اگر هزار بار این تست رو انجام دادم تا به این لامپ برسم میگفتش گفته که واقعا انگار من مثلا 999 تا راه را, را رفتم که به لامپ نرسیده راه هزارم رسید فرزن شاید بیشتر بوده درست پس بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی اقدام میکنید خوشحال میشید خب اون نتیجه رو که میخواستید به دست آورد پس اقدام کنید در مورد اقدام ارز کردم که چی؟ یه روشی داشتیم یادتونه یک دو سه آره یا نه این کارو میکنم یا نه یس yes اور نو وقتی جواب رو گرفتی از خودت از ذهنت آره انجام میدم یا نه انجام نمیدم بعدش 123 در 123 هزارم ثانیه تعلل نمیکنم در 12 ثانیه و 3 دهم ثانیه در یک دقیقه و 23 ساعت ثانیه در 123 و و ساعت حتی در 123 و و سال انجامش بده ممکنه یه هدفی داشته باشید مثل کارها و پجراشها علمی که 123 و و سال طول بکش اشکالی نداره تا اونجایی که عمر من کفاف میده انجامش میدم بعدش میسپارم به دیگران تمام تحقیقات علمی اینگونه کاملتر و کاملتر میشن چنانچه شدن میرن جلو که هر بخشش یا هر بخشی به عنوان یک هدف در اصل کل زندگی دانشمند دیگه رو به خودش اختصاص میده که اینا هدف های خیلی خیلی بزرگی هستن حتی هر بخش مثلا ساخته یه داروی یا پیدا کردن یه دارو و درمانی برای یک بیماری هرچی هر چی بیماری جسمی روانی یا برای رسیدن به خوشبختی چه میدونم در همه موارد زندگی ما چه بسا هفتاد سال هشتاد سال عمر یک دانشمندی صرف شده درش و دانشمند بعدی اون رو ادامه داده تمام پجوهش های علمی اینجوری هم. پس در مورد اقدام هم همین کافی که بدونیم سختترین کاره ولی با یک دو سه آره یا نه صد و بیست و سه انجامش میدیم سومیش پیگیری گفتیم که آگاهی به شما چی میده تسلط میده بفهمیم که منابعمون چیه عوامل محدود کننده چیان اون گنج و معدن رو داری میخوای بکنی نمیکنی چرا نمیکنی چون ترس داری اینو آگاهی بهت میگه چرا نمیکنی انگیزه نداری عشقی نداری هدفی نداری یا هدف داری ولی منابعت رو نمیشناسی نمیدونی اما پیگیری به شما چی میده پیگیری به شما استادی مستر به شما استادی و مهارت میده سکیل این استادی مستر ان اسکیل این استادی و مهارت اسمش از چی عادت عادت ها یا کارآمدن یا ناکارآمد کسی که اهل دوز و کلک و آبزیرکاه و اهل دروغ و دزدی و اینا اتفاقا دقت کردید با مهارت وقتی زیاد اینا رو تکرار میکنه طرف ماهر میشه کلاوردارا رو دقت کردین چه ماهرن اما مهارتشون چیه ارزشی به دنیا اضافه نمیکنه پس ما اینجا تلاشمون اینه که شما شروع کنید به اقدامهایی که شما رو به عادتهای بهتر برسونن آگاهی شما رو به باورهای بهتر برسونه نکته هرگز فکر نکنید میتونید عادتی رو ترک کنید ترک عادت موجب مرض است عادتها از بین نمیرن عادت ها جابجا میشن قبلا هم این مثال رو زدم مثلا فلان کس میپرسیم چرا سیگار میکشی میگه استراب دارم اگه استراب داری حالا بیا استراب رو مثلا با نوشتن ورزش کردن خوردن صحبت کردن جابجا جا کن آگاهانه اون وقت دیگه سیگار نمیکشی چون به تکرار ناخداگاهتون هم اینطوری یاد گرفته و عادت جدید رو جایگزین کرده دیگه نمیکشید و اتفاقا دیگه یه عادت جدیدی ایجاد شده در شما که برعکس قبلی این عادت عادت کارآمدی هستش به شما لطمه نمیزنه که هیچ مفید و فایده هم هست پس اونقدر اصرار نکنید که همش مطلب یاد بگیرید باور کنید همین دارم که من الان دارم ارز میکنم اضافی هن. ولی برای چی میگم برای اینکه شما یک فهم کلی از ماجرای موفقیت در زندگی کسب و کار داشتن شخصیت موفق داشته باشید تمام تلاش من به عنوان کوچ و مشاور تجاری شما اینه که شما بر خودتون عادت ها و باورهای جدید ایجاد کنید کسب و کار رو میتونیم جور دیگه ای غیر از اون چی در بازار داره اتفاق میافته در سالیان سال انجام میشده هنوز هم داره انجام میشه ما طور دیگه ای انجام بدیم چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید ارز کردم ما در آراد برندینگ مهندسی محکوس کردیم میگیم لازم نیست پول بذاریم سرمایه بذاریم چه میدونم دفتری بگیریم فروشگاهی بگیریم کالایی بخریم انبار کنیم هزینه کنیم بعدا یا مشتری خودش بیاد تبلیغات میکنیم ویترین میزنیم فلان و اینا یا نمایشگاه اینا کلی هزینه در حالی که ما میگیم نه بیایید ما امتحانش کردیم خودمون اول مشتری داشته باشید حالا برید با تأمین کنندگان زیادی منتظرن که شما برید سراغشون و کالاشون رو بفروشید از طریق برند شدن شما فروشنده هرفهی نابغه میشید ما خیلی کم داریم توی اقتصادمون توی تجارتمون فروشندگان هرفهی رو پس بیایید اول مشتری داشته باشید بعد که مشتری دارید این مشتری شما سرمایه شماست همه چیه شماست به راحتی با داشتن این مشتری شما میتونید کالا رو از تامین کننده تولید کننده اونها حاضرن تقدیم شما کنن تقدیم مشتریتون کنن بعد پولش جابجا جا بشه سودتون رو برد برید. درست شد این رو البته چند دقیقه پیشم مقایسه کردم دیگه روش ما در آراد برندینگ رو با اون چه که در بازار از قدیم تا الان داره در بازار حقیقی اتفاق میافته بنابراین اگر عادت و باور کارآمدی دارید بنابراین اینجوری مطمئنتر میشید تشویق میشید که بیشترشون کنید اگه اوکی هستن و با جدیت بیشتر دنبالشون میکنید اگه که کارآمد نیستن یا حتی این باورها عادت ن... کارآمد رو ندارید یاد میگیرید که ایجادشون کنید انجامشون بدید مثلا شما وقتی عادت کردید سلام کنید تشکر کنید عادت کردین تبسم کنید عادت کردین خواهش کنین یه دفعه میبینین که نتایج زندگی کسب و کارتون عوض میشن اون هم در سطح گسترده ای همسرتون، بچهتون، همکارتون، همسایتون، مشتریاتون زمین و زمان دارن به نفع شما برای شما کار میکنن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در برای تو ولی قافل مباش دریا و اگر صاحب دلی که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را ما این فرصت ها رو باید قنیمت بدونیم همون زمین و زمانی که بر علیه من بوده مدت ها چه بسا چرا؟ برای اینکه عادت نداشتی تشکر کنی یا عادت نداشتم تشکر کنم غور میزدم همش غرغرو قر بودم ایراد میگرفتم خب که چی حالا کرده کردی که کردی میخواستی نکنی خب اگه این اخلاق و این عادتها رو داریم خب معلومه که زندگیمون به هم میریزه بنابراین لازمه که آگاه بشیم اقدام کنیم پیگیری کنیم تا تبدیل به مهارت بشن اینا پس از این اه لطفا از این به بعد اگه یه دونه میدونید نه تا تمرین کنید همونو نه بار انجامش بدین یا شکست میخورید یا پیروز میشید یا موفق میشید یا ناموفق اگه موفق شدید خوشا به حالتون خوشا به سعادتتون دیگه اونو تکرار کنید اگه موفق نشدید چرا موفق نشدم چی کار میکردم بهتر بود چی میگفتم بهتر بود با این پرسش ها خودتون رو هدایت میکنید به راه درست یادتون باشه که امکان نداره شما همیشه موفق بشید امکان نداره چرا؟ برای اینکه اگه میدونستیم دیگه احتیاج به تلاش نبود که ما در تجربه و خطا میآموزیم ما در مسیر کار رو یاد میگیریم همون گونه که میدونید ما تو آراد برندینگ میگیم که عضو خانواده آراد برندینگ بشید کار و تجارت رو با ما در مسیر یاد بگیرید با طرحهای مختلف چارگانه ما بسیاری از دوستان میفرماین آموزش ها رو از کجا شروع کنیم جوابتون از ما اینه که کار رو شروع کنید در مسیر هر جا که نیاز به آموزش داشتید آموزش های ما که اتفاقا رایگان و در دسترس همه شما هم هست به اونا مراجعه کنید خودتون هم به صورت حضوری در همه دفاتر ما چه قوم، تهران، بعضی شهرهای دیگه که دارن افتتاح میشن همه ما مشاورین ارشد مدیران در خدمت تونی. حتی تلفنی یا به صورت پیامک، تکست در شبکه های مجازیمون از قبیل واتساپ و تلگرام همه ما در خدمت شما سروران عزیز هستیم پس مرکب آماده است عشقتونم که پیدا کردید سوار اون اسب بشید که این این به این طرز بازاریابی جدید سوار این اسب بشید که خیلیاتون شدید این راه ما هم در خدمتتون سوال این پادکست آگاهی به ما چی میده یک وقت دو تسلط از توجه همه شما از سپاسگذارم سپاس کذارم. لطفا جواب ها رو و نکات و مورد نظرتون از این پادکست رو به واتساپ و تلگرام بنده مثل گذشته ارسال بفرمایید موفق باشید یا دیدار با آراد برندین همراه باشی